قدرتمند توسط امارت اسلامی. چه بارونی دارم یا؟ بچه ها نمیدونم تو را بغیر یه دونه هواپیما یا انجتا هر چیز این شکلی بودید یا نه؟ سلام دوستان، چطورن آقا؟ خوش آمدید باز به چنل خودتون. سلام بر بکس، خوش اومدید به چنل خودتون. اومدید نرفتم پایینا؟ آره اینجوری نکردم، این اومدم بالا. طبق عادت همیشگی نرفتی پایین. بچه‌ها ما بریم به سراغ یه ویدیو یه نظامی تور و می‌خوایم بریم قوی ترین نیروهای هوایی و جنگنده های امارات اسلامی افغانستان رو با هم دیگه ببینیم. ولی آجی چه امارات اسلامی دست دست هم گذاشته هستن؟ من از این موندم که امارات اسلامی که الان داره اینجوری خودش قوای نظامی خودش رو داره قوی میکنه، خب دو سه تا هواپیمایی خفن بخر. آخه این علاوه روابط دیپلماتیکی فعلا نتونستن خودشون رو قشنگ ثبات برسونن بشونن و به همه بفهمونن که ما اومدیم. میدونی چی میگم؟ تا بیاد خوش وسط. ببین الان بهت بگم دو سه سال دیگه چند سال از انقلاب ایران گذشته، تازه الان میبینیم مثلا توی این 10 سال بعضی هم بازم قبول ندارن. نه قبول که تایید شده مورد کل جهانی. آره من علاوه خرید و فروشی دارم میگم. آره. مثلا الان ایران بره به روسیه بگه ازمون رو بده، به چین اون رو بده، میگیره. ولی مثلا اول انقلاب مگه میدادن؟ نه دیگه. ببین بچه، باید یه کشور یه پشتوانه باید داشته باشه. مثلا این پشتوانه آمریکا دلارشه، خب مثلا پشتوانه روسیه طلا نظامی تلاشه. خب بعضی از کشورها مثلا مال چیز اوکراین چی بود؟ مال اوکراین آرد بود چون گندم بود. خب به خاطر همین اینا باید پشتوانه داشته باشه، یه چیزی باید داشته باشه که به اعتبار اون فردا روزی تو مثال پول میلیاردی وام گرفتی از یه کشور دیگه وسیله خریدی نتونستی بدن، مثلا میان از اون برمیدارن میدن، میگن که آقا ایران چقدر فکر کنم 80 میلیارد تریلیارد نه چقدر پوله پشتوانه شه. بریم با هم دیگه داشته باشیم. بعد چند چنل در 24 لینکش داخل دیسکریپشن هست، بریم سراغ این ویدیو ببینیم. بریم ببینیم دیگه چه جنگنده‌ای چیا دارن. بریم واجی یه صحنه ای هست مال آمریکا رو دیدی؟ اینجوری بغل هم دیگه دارم. واو این صحنه رو تا حالا هیچ جا ندیده بودیم. آره مولا بود نمیدونم، ولی حاجی اینا شبیه لباسای بسیجی سپاهی پاسدارای ایرانی هم اینجوری میپوشیدن اون موقع. حالا اون موقع قدیمو شو مال شهید بابایی. خب اونو شهید بابایی هم چیز بوده دیگه، چی میگن سرهمی بود خلبان دیگه. اینا خلبانن. آره خلبانن. چه ربطی به گروه های مختلف؟ مثل تعویض روغنی هست دیگه، سر همیه مستقل و قدرتمند توسط امارت اسلامی. چه بارونی دارم یا؟ بچه ها نمیدونم تو را بغیر یه دونه هواپیما یا انجتا هر چیز این شکلی بودید یا نه؟ یا همین ها دقیقا از این تیارهای هلیکوپترهایی که چرخ دارن که میتونن حرکت هم کنن روزم یه چند دقیقه. دقت کنی اینجوری هم ما که حرکت میکنم جلوشون همش داره بازی بازی میکنه. من کمک اینجوریه بچه، من زمانی که من سربازی بودم دیگه مال ارتش بود، رفته بودیم مال نیروی هوایی بود، ما برده بودن نمیم برای آزمایش و آموزش و این داستان مستانا ما رفته بودیم از این پدافنده و اینا رو دیدیم. بعد رفتیم اوجی، من جت اونجا اولین بار نزدیک دیدم، جتی که خراب بود، فقط واسه نمایشگاهی گذاشته بودن که بیام بگم مثلا این چیه و اون چیه. من نمایشگاه دیدم اوجی چقدر گنده بود. راه رفتنشو ندیدم ولی اون استادشو دیدم دیگه. نه منم راه رفتن اونو ندیدم، راه رفتن اینا رو دیدم اینجوری جلوش سوار شدم از همینا. بچه بودم 5 سال 6 سالم بود. ویدیوش هست دارم میبینم. دفاع ملی در مراسم پرواز تیاره های ترمیم شده توسط انجینیران داخلی افغانستان اشتراک نموده است. خلبان ها اصولا نخبه هن. آره دیگه تیاره نوع وای 12 اینقدر دوست داشتم یه هواپیما شخصی داشته باشی بری مسافرت برگردی. توسط انجینیران تکنیکی و مسلکی قوای هوایی ترمیم گردیده بود. روز گذشته در حضور داشت مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی از سوی پیلوتان مسلکی موفقانه به پرواز درآمد. پیلوت چی میشد؟ هم خلبان. آره بچه ها اینم بگم در مورد همون یه ویدیو، خیلی ها بچه ها اومدن تو اینستاگرام هم به ما گفتن که در مورد همون داستانی که پخش شده بود خیلی ها ما زوم کردن الکی هم گندشون کردن. حالا که الکی نه اینجوری که مثلا به اون شخص بگیم اون شخص اصلا به درد نخور بود، اون آدم به درد نخور، جفت طرفش هم. ولی بچه اینم بگم بهتون، بعضی آدمایی هستن که اصلا سلبریتی ها، آدمای شخصی معمولی همه چی
که آقا میام مثلا استوری بد میذارم میخوان آقا اینو بد جلوه بدن، جو متشنج کنن. خب این یه جوری باید خودمون شعورمون برسه. من الان رفیق افغان تا دلت بخواد تو ایران دارم، خب حالا چه سنددار با مثلا مدرک داشته باشه اینجا چه مدرک نداشته باشه اینجا، بالاخره آقا هر مملکتی قانون خودشو داره. الان مثلا فردا روزی میگن که آره الان پزشکیان در اومده که شما پزشکیان گفته همه رو بریزیم بیرون. نه آقا، الان من رفیق دارم میگه من مدرک بردم دادم، کاریم به کار من نهارم، الان 25 سال ایرانم. خب بعد درگیری هم هست الان تو خیلی از چنل های این تلگرامی دارم من میبینم که یارو کل جهان رو به ریش خودمون داریم میخندیم که فوش و فوشکی ناموس همدیگه رو داریم فوش میدیم. به خدا اینجور چیزا میاد و میره. مثل میگن که پول چک کف دسته، خب چک کف دسته، حرفم زده میشه، حرفم دسته، خب شرمندگیش باقی میمونه. آره شرمندگیش به اون کسایی که تو ایران دارن چرت و پرت باره افغانا میکنن، بعد اون افغانایی هم که اصلا تو ایران مثلا یه کارهایی دارن انجام میدن که اون افغانهای خوبی که تو ایران داریم، ما خیلی افغان خوب داریم، خیلی میلیاردر داریم، خب میان خراب میکنن اونا رو که چی؟ که یه دوبه همزنی این وسط باشن، یه نفع این دارن اینا بچه ها، وگرنه هیچ سودی چیزی، هیچ سودی. ببین چی میگن، پنیر مفتی تو تله موش الکی نمیذارن دیگه، میخواد اونو بگیره بالاخره دیگه. آره ولی اینو به در کل بگم، اونا که بحث میکنن چه از ایران باشن چه از افغانستان، یه موش بی سوادن که حداقل نمیتونن برن یه تاریخشون رو بخونن ببینن که چی به چی و... تاریخ 2000 سال پیشه، تو 500 سال پیشه تو بخون اصلا. آره نه 2000 سال پیش خیلی زیاده، 500 سال پیش تو یه ذره سواد داشته باش، برو تاریخ خون ببین چی به چیه، تو ببین چقدر چیزهای مشترک مثلا میان تیکه میندازن، ما ایرانی، ما تاجیک، اون افغان، اون ازبک، این فلان. بابا اینا تو یه زمانی همه جمع بودن، تو کویتش هم جمع بود، عراقش هم با اینجا بودن، سوریه، خب همه جمع بودن، بالاخره الان جدا شدن یه کشور مستقل. الان مثلا روسیه بگه که آره تاجیکستان از من جدا شده، مثلا یه تیکه 9 میلیون جمعیت اونجا وایساده برای خودش، برای چی؟ بیا آقا من تسخیرت میکنم، بیا به سمت من باید وایسی. خب بالاخره آقا اونم حق زندگی داره، حق انتخاب داره، خب فرق نمیکنه که چه کشور 2000 نفری باشه چه کشور 100 میلیونی باشه 200 میلیونی باشه. یه ذره زور داره دیگه بعضی حرفا. و همچنان یک بال هلیکوپتر نوع MD اینا رو میگم خیلی خوب داره اینا، شخصی یه دونه بتونی بخری بالا پشت بونت وایسی. آغاز گردیده بود اون الان هلیشات بلند کنی میزنن چی و اینو ببری بالا پشت بونت. اینو هندونه دادن زیر بغلش. ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع میگوید که آنها تلاش دارند چند ریفه مستقل در کشور بسازند که با کمک هیچ کشوری نیاز نداشته. چه خشم بلند میشه یه بچه، یه دونه اینجوری میره کن زیرش میره، از زیر انگام میره بالا نه از رو. مال آمریکا رو دیدی رو ناو وای میسن بچه اون ناو که وای میسن، اون تنابی که هست، هر یه دونه تناب اون نزدیک کوکاکولا، اون یه دونه تناب اونا میدونی نزدیک چقدر پوله بچه. حالا به گفته اون چیزی که داشتم میگفتن و منم شنیدم اینجوری دیگه، گناهکار گوشم. بعد میگفتن هر یه دونه تناب نزدیک 1 میلیون دلار هزینه‌ش اون تنابه که جلوی هواپیما رو میگیره، همون که میفته رو چیز قلابش گیر میکنه نگهش میداره. آها. اون یه دونه‌ش 1 میلیون دلار اون چیز یه میلیون که خیلی نه میگی پسره میگفت 1 میلیون دیگه شاید جنس خیلی خاصی داره دیگه عظمت دیگه آجی با اون سرعتونم آخه که نیروی هوایی اینا مال روسا کرد که با کمک اون نوکش اونجوری تو رفتگی داره سخو بچا اینا فکر کنم هند و پاکستان نیاز نخواهند داشت. بله تاجیکستان بزرگترین تولید کننده خودروی نظامی و پهپاد. به نظر من یکی از چیزایی که بس خلبانی و الان جنگ زمینیه بچه ها، هوایی دیگه به کار نمیاد. چی؟ هوایی نه، هوایی زمینی منظور موشکی. آها زمین هوا با هوا بری موشک الان مثلا ما بیان بشین موشکا شلنگو میگیره روز خداحافظ. مثلا الان اگه بس نفرات یک کشور مهم بود، مثلا الان هند و چین مثلا خیلی جمعیت دارن، ولی اگه اینجوری بخواستیم حساب بکنیم روسیه الان بعد قورت میداد چیزو دیگه. من به نظرم حاجی نظامی علاوه اینکه که سرباز آماده داشته باشه، آمریکا از همه بیشتره، نزدیک 2 میلیون خورده نیرو داره. خب برای اینکه همش ولن این کشور اون کشور دیگه. بعد پول خوبی هم بهشون میدن. نیروی فعال. الان یه پسر خانواده‌تو نبینه چقدر پول. الان یه پسر از بچه افغان بود. خب افغانستانی بود دیگه. بچه هزاره هم متوازی. حالا ویدیوش بود دیگه. یه بود این یه تیکشو میذاره. که رفته بود تو نظام آمریکا، اینجوری داشت اونجا خدمت میکرد. میگفت ما در سال شاید 2 ماه تو آمریکاییم.
همش یا تو کشورهای دیگه میریم واسه ماموریت. آره جونت میگه بعد اینم بگم بهتون، میگه اصلا باید بکشی. بعد جالبه بکش، میگه آقا بزن بکش زنده بمون. آره بعد یه جا نشون میداد که حالا مثلا چه تو ایران چه تو افغانستان مثلا یکی سربازه و همکارش مثلا جونش رو از دست میده، سعی میکنن جنازه‌شو بیارن عقب. آره میگه ول میکنن دیگه. خب بالاخره ببین دیگه میگه جسم دیگه، فقط مهمه که آمریکایی باشی، آمریکایی اصل اورجینال اونو باشی ولی سیاپوست هم باشه امکان داره نیارنت. سیاپوست آمریکایی ولی بازم خود سیاپوستا که تو آمریکا بنده خدا رو میدید آمریکا مال سیاپوستاست بچه‌ها. یعنی به تاریخی عقب آمریکا 400 500 سال پیش مال آمریکا آربسونا بود دیگه، اومدن مثل همین اس اس اومدن که الان فلفل اومدن داره میندازن بیرون. خیلی قشنگ اس اس و فلفل و آره دیگه. همتون گیا بچه‌ها که تماشا کردید لایک و سابسکرایب بکنید، زنگولیست رو بزنید و بچه نظراتتون رو در مورد اون صحبت هایی که وسط کردیم حتما بگین دیگه. تا ویدیو بعدی بدرود. خدا نگهدار.